در آستانه ششمین ماه تظاهرات بیوقفه مردم علیه جمهوری اسلامی، مردم در شهرهای تهران، رشت و بندرعباس به تظاهرات شبانه از ساختمانهای خود پرداختند. در تهران، مردم در محلات نارمک، شهرک باقری، اکباتان و پونک مانند همیشه به شعار دادن علیه حکومت پرداختند. در این میان تظاهرات صنفی مردم از جمله کارگران و بازنشستگان همچنان ادامه داشت. در روز یکشنبه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در شوش، شوشتر، اهواز و کرمانشاه در مورد کمبود حقوق خود و اجرا نشدن کامل قانون متناسب سازی حقوق اعتراض کردند. کارکنان کارخانه یزد بافت، کارگران حراست پروژه قطار شهری در اهواز، کارگران شهرداری در یاسوج، فرهنگیان در تبریز و نیز شماری از نانوایان تهران در مورد حقوق معوقه و وعده‌های انجام نشده تظاهرات کردند. همچنین گروهی از خانواده‌های افراد محکوم به اعدام به اتهام جرایم مختلف از جمله مواد مخدر در مقابل یکی از دفاتر قوه قضاییه تجمع کردند و خواستار توقف اعدام وابستگان خود شدند. در سال 2022 بیش از 500 حکم اعدام برای محکومین با جرائم مختلف در ایران به اجرا درآمده است. اما در آخرین تحول، همزمان با آخرین روز کنفرانس امنیتی مونیخ، چند هزار معترض ایرانی روز یکشنبه در این شهر در تجمعی اعتراضی علیه جمهوری اسلامی شعار سر دادند و با نشان دادن عکس‌های شاهزاده رضا پهلوی از وی حمایت کردند. به گزارش پلیس، در سه روز برگزاری کنفرانس مونیخ نزدیک به 19 تظاهرات علیه جمهوری اسلامی برگزار شد که در مجموع دست کم 20 هزار تن در آن حضور داشتند. این در حالی است که مواضع شاهزاده رضا پهلوی در کنفرانس امنیتی مونیخ مورد توجه بسیاری از محافل خبری و مردم قرار گرفت. در این نشست شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به اینکه جهان بعد از 40 سال در حال گوش دادن به صدای آلترناتیو ایران است، به اهمیت تحریم‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تأثیر آن در توقف ماشین سرکوب جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت سپاه یک مافیای مسلح است که بر کل اقتصاد ایران سلطه دارد و تحریم آن رژیم را تضعیف می‌کند. گزار مسالمت‌آمیز از این حکومت نیازمند ریزش نیروهای سپاه و سایر نیروهای مسلح است. وی افزود هر چه تحریم‌های سپاه بیشتر شود، ریزش اعضای آن تسهیل خواهد شد و با اشاره به دعوت نشدن مقامات رژیم به کنفرانس امنیتی مونیخ ضمن استقبال از گفتگوهای بین‌المللی با مخالفان نظام به جای نمایندگان رژیم گفت بعد از حکومت فعلی در ایران شما با کشوری مواجه خواهید بود که همپیمان شماست و با شرکای خود برای ثبات و امنیت همکاری می‌کند. شاهزاده افسود ایران دارای ذخایر عظیم گازی است و می تواند با کشورهای اروپایی برای تامین انرژی همکاری کند تا هر زمان زمستان هدف بازخواهی روسیه و تهدید به بستن لوله های گاز نشوند. به تاکید کرد انتظار ما حمایت چند حزبی جامعه جهانی از قیام ایران است. بسیاری از سیاستمداران غربی به ما میگویند که اپوزیسیون ایران باید متحد باشد. ما به سمت این اتحاد گام برداشتیم و اکنون شما نیز باید برای حمایت از مردم ایران متحد باشید. شاهزاده رضا پهلوی همچنین در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ گفت که رهبر جمهوری اسلامی در تلاش است تا پسرش را به جانشینی خود سوق دهد. امریکه به طور قابل توجهی حمایت از وی را تضعیف خواهد کرد. وی افزود کنترل کامل علی خامنه ای موضع‌گیری نزدیکان بر علیه وی را تقریبا غیر ممکن می کند. اما در این حال بر اساس اخبار رسیده و اطلاعات درس کرده برخی شکاف ها به زودی آشکارتر خواهد شد و پویایی به سمت شکاف های بیشتر است. همچنین امروز دوشنبه تظاهراتی در بروکسل در برابر شورای اروپا برگزار شد و طی آن مجدداً معترضان ایرانی خواستار قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان های تروریستی اتحادیه اروپا شدند.
این در حالی است که عباس عراقچی، دبیر شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی و معاون پیشین ظریف وزیر خارجه و مذاکرات برجام، در مصاحبه با برنامه تلویزیونی حضور که به توصیه نهاد رهبری انجام شده بود، در گفتگوی مجدداً بر توافق برجام تاکید کرد. به گفت دیپلماسی همچنان جای پیشرفت دارد و تلویحاً بیکفایتی دولت رئیسی را در این زمینه متذکر شد. او همچنین گفت پروژه بدنامسازی، امنیتی سازی و مشروعیت زدایی از جمهوری اسلامی در دنیا در حال گسترش است و هشدار داد این بسیار خطرناک است. خطرناک به این معنا که منافع ما را تحت تأثیر قرار می دهد و ما باید مراقب باشیم و نباید چنین امری محقق شود. وی همچنین در مورد تداوم تجمع‌های اعتراضی ایرانیان در خارج کشور هشدار داده و گفت به هر حال نباید اجازه دهیم این طور مرتب علیه ما تظاهرات شود و این فضا بیشتر از این شکل بگیرد و در جهت کاهش این فضا حرکت کنیم. این هم به دیپلماسی نیاز دارد و هم به اتخاذ یک سری سیاست‌های درست و هم سیاست دیپلماسی رسانه‌ای و هم دیپلماسی عمومی می‌خواهد. در این میان مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، هشدار داد افرادی که به عنوان مأمور و بازجو به بازداشت شدگان تجاوز کردند، مرتکب بدترین جنایت شدند. وی افزود ملت ایران حتی اگر از خون به ناحق ریخته شده ی فرزندان خود بگذرد، از عاملان و آمران تجاوز نخواهد گذشت. وی از نهادها و شخصیت‌های آزاده خواست تا برای جلوگیری از این جنایت و انحراف وحشتناک ورود نمایند. حکومت جمهوری اسلامی با گسترش تظاهرات داخلی و خارجی در بن‌بست‌های خطرناکی قرار گرفته است و کارگزاران حکومتی نیز دچار تزلزل شدند. در این میان شاهزاده رضا پهلوی با حضور و سخنان خود در کنفرانس مونیخ نشان داد که در مسیر رهبری جدیدی گام برمی‌دارد که برای متحد کردن مردم و تنظیم گام‌های مبارزاتی آنها بیش از هر کس قابلیت دارد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه همزمان با روز مبعث پیامبر اسلام در دیدار با مسئولان نظام بر ضرورت تقویت قدرت و اقتدار مسلمانان تاکید کرد و از به گفته او سوء استفاده غرب از مسلمانان انتقاد کرد و از اینکه کشورهای غربی هر کدام به بهانه‌ای در کشورهای اسلامی مداخله می‌کنند انتقاد کرد. وی افزود این کشورها خودشان درمانده‌اند و نتوانستند که مشکلات خودشان را حل کنند، اما می‌خواهند کشورهای اسلامی را تصرف کنند و مشکلات اینها را حل کنند. به این رفتارها را به دلیل ضعف دنیای اسلام و ضعف دولت‌های اسلامی دانست. خامنه‌ای افزود اگر در مورد مسئله فلسطین دولت‌های اسلامی محکم ایستاده بودند، وضعیت منطقه با امروز متفاوت بود. او همچنین به دفاع صریح و آشکار جمهوری اسلامی از مردم فلسطین اشاره کرد و گفت به همین دلیل علیه ایران، ایران هراسی به راه انداختند. علی خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به زلزله سوریه و ترکیه آن را مربوط به همه مسلمین دانست و گفت همه مسلمانان باید درباره چنین حادثه ای احساس رنج کنند. علی خامنه‌ای در حالی از حمایت صریح و آشکار جمهوری اسلامی از فلسطین صحبت می‌کند که این اقدامات جمهوری اسلامی خشم زیادی را بین مردم ایجاد کرده است. مردم ایران این تصور را دارند که جمهوری اسلامی ایران منابعی را که باید در ایران و برای مردم ایران مصرف کند، برای مردم فلسطین و لبنان مصرف می‌کند و اهمیتی به فشار و سختی که مردم ایران در آن به سر می‌برند نمی‌دهد. در شرایطی که مردم خوی از کمترین امکانات پس از زلزله برخوردار بودند، جمهوری اسلامی بهترین تجهیزات را در اختیار مردم سوریه و ترکیه گذاشته بود و در حالی که مردم در استانهای محروم ایران از حداقل امکانات زیستی محرومند، کامیون‌های مواد غذایی ایران روانه سوریه می‌شد. بسیاری تصور می‌کنند که این انتقادها به این معنی است که جمهوری اسلامی نباید به زلزله زده‌ها کمک کند. اما واقعیت این است که تأکید بسیاری از مردم نه بر کم کردن بلکه به اولویت دادن به مردم ایران در مقابل دیگر کشورهاست. در حالی که شرایط اقتصادی وخیم کمر مردم را در ایران شکسته و دلار مرز 50,000 تومانی را رد کرده است،
توهم مقام‌های جمهوری اسلامی پایانی ندارد و دولت نه تنها برنامه‌ای برای بهبود اوضاع در دستور کار ندارد، بلکه مدام در جستجوی راه‌هایی است تا برای رفع مشکلات متعدد اقتصادی خود مردم را هرچه بیشتر در فشار قرار دهد. ابراهیم رئیسی که به کلی فراموش کرده که یکی از وظایف رئیس جمهوری رفع مشکلات مردم است و نه تعریف از دولت، و فراموش کرده که اساساً روی کار آمده که مشکلات اقتصادی مردم و فساد را کاهش دهد، نه اینکه از دغدغه دولت برای بهبود شرایط اقتصادی صحبت کند، روز شنبه در دیدار مسئولان نظام با علی خامنه ای بار دیگر به سفارایی دشمنان در مقابل جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و با بیان این موضوع که مردم با استقامت خود دشمنان را ناکام گذاشتند، بار دیگر وعده داد که وضعیت تورم فعلی را کنترل خواهد کرد. وی در این جلسه تصریح کرد که وضعیت ارز و تورم کاهشی خواهد شد. در کمتر از 2 ساعت از اظهارات ابراهیم رئیسی در خصوص کنترل بازار، سکه بیش از 2 میلیون تومان و دلار بیش از 2000 تومان افزایش قیمت داشتند. رئیسی همچنین با بیان این موضوع که محاسبات دشمنان در پاییز غلط از آب در آمده است، اظهار داشت دشمنان ایران وقتی که دیدند مجبور به پذیرفتن خواسته های مردم ایران هستند، با آغاز اعتراضات میز مذاکره را ترک کردند. وی گفت آنها با ترک میز مذاکره و حمایت از اعتراضات گفتند که کار را در خیابان ادامه خواهند داد. این اظهارات متوهمانه که توسط رئیسی به جای تلاش برای رفع مشکلات عنوان می شود، ربطی به واقعیت ندارد. دولت‌های غربی نگفتند که مذاکرات با ایران را در خیابان دنبال خواهند کرد، بلکه آنها گفتند که جمهوری اسلامی باید پاسخگوی رفتار خشونت‌آمیز خود در خیابان با مردم باشد. ضمن اینکه این موضوع که طرف‌های غربی حاضر به پذیرفتن خواسته‌های مردم ایران نیستند، بخشی از همان توهمات مقام‌های جمهوری اسلامی است که تنها به بیچارگی بیشتر مردم منجر شده است. تیم رئیسی با نابلدی و ناتوانی در هدایت مذاکرات و ادامه همان توهمات که غرب مجبور به پذیرش خواسته های جمهوری اسلامی و تیم مذاکره کننده است، مذاکرات را طولانی کرد. مرندی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران مدعی شده بود که با فرارسیدن زمستان، اروپا به دلیل نیاز به گاز ایران به خواسته های جمهوری اسلامی تن خواهد داد و به همین دلیل باید مذاکرات را تا زمستان کشاند. نتیجه این توهم اجبار مردم توسط جمهوری اسلامی برای کاهش مصرف و قبض های گاز چند میلیون تومانی در مناطق سرمازده و سرد و یخبندان ایران بود. در حالی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال آماده کردن گزارش 3 ماهه مربوط به برنامه هسته‌ای ایران تا قبل از نشست اوائل ماه مارس شورای حکام در وین است و اخیراً بازرسان سازمان بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت‌های مشکوک مرتبط با غنی‌سازی را در ایران شناسایی کردند و از ایران به دلیل ایجاد تغییرات اعلام نشده در اتصال 2 مجموعه از سانتریفیوژهای غنی‌سازی 60% در تأسیسات هسته‌ای فردو انتقاد کرده بودند، اکنون در 2 مورد در ماه جاری میلادی سایت خبری بلومبرگ در گزارشی به نقل از 2 دیپلمات ارشد اعلام کرد که بازرسان بین‌المللی سازمان انرژی اتمی هفته گذشته اورانیوم غنی شده با خلوص 84% را در ایران شناسایی کردند. این بالاترین سطحی است که بازرسان در ایران پیدا کردند و تنها 6% کمتر از میزان خلوص مورد نیاز برای یک سلاح هسته‌ای است. طبق این گزارش به نظر می رسد با خاموش شدن برخی دوربین های آژانس، فعالیت های اتمی ایران غیر قابل کنترل شده و ممکن است باعث ایجاد یک بحران جدید شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تلاش است تا دریابد که ایران چگونه اورانیوم غنی شده را با خلوص 84% ذخیره کرده است و آیا ایران به طور عمد اورانیوم با این خلوص را تولید کرده یا اینکه غلظت آن حاصل تجمع ناخواسته در لوله‌هایی است که صدها سانتریفیوژ پرسرعت مورد استفاده برای جداسازی ایزوتوپ ها را به هم وصل می کند. با این حال بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در واکنش به این گزارش گفت
تاکنون مبادرت به غنی‌سازی بالای 60% نکرده ایم. وی افزود وجود ذره یا ذرات بالاتر از 60% در فرایند غنی‌سازی به معنای تولید با غنای بالای 60% نیست. وی تاکید کرد مطالب منتشر شده در بلومبرگ با هدف سیاه نمایی و تحریف حقایق صورت گرفته. وی تاکید کرد آنچه آژانس با ایران مطرح کرده در خصوص وجود ذره یا ذراتی از اورانیوم با غنای بالای 60% در محل شیر برداشت محصول از طریق نمونه برداری متداول است. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که مذاکرات هسته‌ای به حالت تعلیق درآمده و همزمان جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یکشنبه در توییتی ضرورت امر را تاکید کرد و نوشت با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفتگو کرده که بار دیگر بر موضع اتحادیه اروپا درباره رفتار ایران تاکید کرده است که باید نقض حقوق بشر و حمایت از جنگ تجاوزکارانه روسیه و بازداشت غیر موجه شهروندان اتحادیه اروپا متوقف شود. به همچنین تاکید کرد که به ایران گفته باید فوراً با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. در صورت تخلف شمردن این اقدام از سوی آژانس احتمالاً پرونده ایران در ماه مارس به شورای امنیت ارجاع داده خواهد شد. دامنه دزدی حکومت و دولت رئیسی ابعاد جدیدی به خود گرفته است. در حالی که به خاطر ناتوانی و نداشتن نیروی کارآمد و با عدم انجام توافق هسته‌ای روزانه 200 میلیون دلار خسارت به کشور وارد می‌شود، اکنون برنامه دولت جمهوری اسلامی برای فروش مدارس از جمله مدارس ساخته شده توسط نیکوکاران و سازمان‌های خیریه و خیرین تحت عنوان فروش اموال مازاد ابعاد دزدی در کشور و دولت رئیسی را نشان می‌دهد و نشانگر عجله حکومت برای غارت مملکت است. در همین رابطه گفته می‌شود ده‌ها مدرسه از 31 استان کشور که توسط خیرین ساخته شده در لیست املاک مازاد وزارت آموزش و پرورش برای طرح مولدسازی معرفی شدند. در این میان زهرا گیتی نژاد، مدیرعامل یک مؤسسه خیریه در ایران، با انتشار ویدئویی از وجود تعداد زیادی از مدارس ساخته شده توسط خیرین نیکوکار در فهرست املاک قابل فروش دولت در چارچوب طرح موسوم به مولدسازی دارایی‌های دولتی خبر داد. وی گفت 70% مدارس توسط خیرین ساخته می‌شود و آنها که وقتشان و مالشان را صرف بچه‌های این سرزمین می‌کنند، آنها مسئول کسری بودجه دولت که نیستند. وی تأکید کرد که وقتی خیرین ببینند که مدرسه‌شان در فهرست فروش قرار گرفته، اعتمادشان سلب خواهد شد. دزدی دولت رئیسی در حالی است که به علت کمبود شدید مدارس، دولت هر سال دست به دامان خیرین مدرسه ساز می شود و اکنون در کمال تعجب هزاران مدرسه تازه ساخت و قدیمی به عنوان اموال مازاد جهت فروش در سایت مولدسازی قرار گرفت. فقط در استانهای خوزستان و سیستان و بلوچستان هر کدام با بیش از 200 مدرسه بیشترین مدارس در معرض حراج را دارند. دولت رئیسی با همکاری نهاد رهبری پروژه جدید غارت کشور و انتقال اموال را به نهاد رهبری کلید زده و در همان مرحله نخست تیر خلاصی زد به اقدامات خیرین مدرسه ساز، آن هم در زمانی که کمبود فضای آموزشی وجود دارد. این نوع اقدامات نشان دهنده آن است که حکومت امید چندانی به تداوم خود ندارد. چالش اتحادیه اروپا و روسیه بر سر بحران اوکراین گسترش می‌یابد. در همین رابطه جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سومین روز از کنفرانس امنیتی مونیخ خواستار کمک‌های بیشتر غرب و تسهیل وصول آنها به اوکراین شد. به گفت اقدامات بسیار بیشتری سریع‌تر باید انجام شود. هنوز کارهای زیادی مانده است. ما باید حمایت نظامی از اوکراین را افزایش و سرعت بخشیم.
آقای بورل همچنین با اعلام حمایت از پیشنهاد استونی مبنی بر خرید مهمات از سوی اتحادیه اروپا در جهت کمک به اوکراین افزود: من کاملا از پیشنهاد نخست وزیر استونی حمایت میکنم و ما روی آن کار میکنیم و حتما اثر بخش خواهد بود. همچنین فرانسه روز یکشنبه اعلام کرد که تحویل خودروهای زرهی وعده داده شده به کیف را تا آخر هفته آینده آغاز خواهد کرد، اما تعداد آنها را اعلام نکرد. این خودروها از نوع AMX-10 هستند که با عنوان تانک های سبک نیز شناخته می شوند. کاربرد این تانک های سبک شرکت در عملیات شناسایی مسلحانه و حمله به تانک های دشمن است. در این میان وانگی، وزیر خارجه پیشین و استراتژیست سیاست خارجی در کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، اعلام کرد که کشورش طرحی را برای روند صلح اوکراین در دست تهیه دارد که به زودی مطرح خواهد کرد. وی به جزئیات این طرح اشاره نکرد. اعضای ناتو به ویژه آمریکایی‌ها پنهان نکردند که به حسنیت چین در مورد سرنوشت اوکراین باور ندارند. آنها بر این باورند که چین به هواداری از صلح تظاهر می‌کند، اما در عمل پشتیبان روسیه است. در پی این اظهارات، اعضای گروه صنعتی 7 به موازات برگزاری کنفرانس بیانیه مستقلی منتشر کردند و همه کشورهایی را که در جنگ اوکراین با روسیه همکاری می‌کنند یا تحریم‌های روسیه را دور می‌زنند، تهدید به مجازات‌های سخت کردند. این تهدید در کنار چین، جمهوری اسلامی را نیز در بر می‌گیرد. ایالات متحده آمریکا نیز در واکنشی جداگانه به چین هشدار داد که در جنگ اوکراین از روسیه پشتیبانی نکند. آنتونی بلینکن در مصاحبه با NBC گفت که واشنگتن قصد دارد به زودی مدارکی مبنی بر کمک نظامی چین به روسیه منتشر کند. وی گفت: در ماه‌های اخیر ما شاهد ارائه کمک‌های غیر مرگبار بوده ایم که برای کمک به روسیه در جنگ اوکراین طراحی شده و این اطلاعات به زودی منتشر خواهد شد. ابراز نگرانی چند باری مقامات امریکایی از روابط روبه گسترش نظامی رژیم جمهوری اسلامی با روسیه، موضوعی که بارها در طی هفته‌های گذشته به آن اشاره شد و مشخصاً ارسال پهپادهای انتحاری از سوی جمهوری اسلامی به روسیه و استفاده این پهپادها در جنگ اوکراین نقل محافل سیاسی و رسانه‌ای در امریکاست. این بار اما آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه در گفتگو با شبکه CBS میگوید که روابط نظامی جمهوری اسلامی و روسیه در حال گسترش و نگران کننده است. او اشاره میکند به پهپادهای تولید شده جمهوری اسلامی، ارسال آنها به روسیه که زیرساخت‌های صنعتی اوکراین را هدف قرار دادند و به گفته بلینکن غیر نظامیان را به کشتن داده است. بلینکن همچنین میگوید که این احتمال وجود دارد که روسیه در قبال خوشخدمتی رژیم جمهوری اسلامی جنگنده های پیشرفته‌ای به او تحویل بدهد. او میگوید: ما در این باره با متحدان خود در سراسر جهان در حال گفتگو هستیم. سخنانی که البته به نظر می رسد بارها و بارها تکرار شده، اما همچنان آنچه منتقدان می گویند عدم وجود یک سیاست یک پارچه و روشن از سوی کشورهای غربی و در رأسان امریکا در برابر رژیم جمهوری اسلامی است. بلینکن همچنین به کشور چین هم اشاره می کند، کشوری که در چه سالهای گذشته در چالش‌های گوناگونی با امریکا بوده است. وزیر امور خارجه امریکا میگوید که دولت چین فعالانه سرگرم بررسی حمایت مرگبار از روسیه در تجاوز به این کشور است. آنتونی بلینکن میگوید حمایت‌های چین از روسیه به صورت پیدا و پنهان از همان روزهای آغاز تجاوز روسیه به اوکراین وجود داشته و ممکن است این حمایت‌ها در قالب کمک‌ها و تجهیزات نظامی باشد. او در پاسخ به این پرسش که امریکا چه واکنشی در برابر سیاست‌های دولت چین داشته می‌گوید که
در این رابطه به دولت چین هشدار دادیم که اگر بخواهد از روسیه در جنگ اوکراین حمایت کند، روابط امریکا و چین دچار مشکلات جدی خواهد شد. سخنان تازه آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه در مورد چین و روسیه در حالی مطرح می شود که در سوی دیگر کاملا هریس، معاون رئیس جمهور امریکا که به عنوان سخنران در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت کرده بود، بار دیگر اقدامات روسیه در اوکراین را جنایت علیه بشریت خوانده است. معاون رئیس جمهور امریکا در سخنرانی سالانه کنفرانس امنیتی مونیخ بر اهمیت جمع‌آوری اسناد و مدارک در این زمینه تاکید کرد. اسناد و مدارکی که می‌تواند گویا و آشکار کننده اقدامات تجاوزکارانه روسیه در اوکراین باشد که از دیدگاه خانم هریس مصداق جنایت علیه بشریت است.